مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از ترکیه همراه ما. اصلا خانم دهکردی، اخبار شدیداً ضد و نقیضی رو ما میشنویم و مشخص از همین اخبار به شمول همین خبری که در متن خبر ذکر شد در خصوص خبرگزاری برنار از فیلتر حکومت در واقع به نوعی میگذرن. اینها رو شما نشونه چی میبینید؟ درود بر شما. من فکر میکنم حاکمیت از اتفاقاتی که بعد از قتل حکومتی ژینا امینی رخ داد تجربه کسب کرده و تمامی در واقع امکانهایی که وجود داشت برای اینکه شهروندان در جریان دقیق آنچه که بر آرمیتا گراوند عزیز رفته قرار بگیرن رو از همون ابتدا مسدود کرده. ایزوله شدن شدید اطلاع رسانی در ارتباط با آرمیتا گراوند از روز اول، امنیتی کردن فضای بیمارستان، تحت فشار قرار دادن هر کسی که به نوعی حالا یا شاهد عینی بوده یا در واقع نزدیک به خانواده و دوستان آرمیتا گراوند بوده، مجبور کردنش به اعتراف اجباری در واقع آنجور که حاکمیت میخواد، همه اینها نشون میده که حکومت داره تلاش میکنه هم روایت ساختگی خودش رو به افکار عمومی بقبولانه و از طرف دیگه روایت‌های واقعی و منابعی که با وجود خطرات زیاد تلاش می‌کنن اون چوری که دیدند افشا بکنن رو بی‌اعتبار بکنه. اگر دقت کرده باشید کاربری که ویدیوهای منتشر شده و مصاحبه‌ها و صداها رو کنار هم قرار داده بود و تا اندازه‌ای ابهامات موجود در این ماجرا رو برطرف کرده بود، به یک نکته اشاره کرد، اینکه چرا روایت‌ها تا اندازه‌ای با همدیگه فرق میکنه. راویان و شاهدان عینی هر کدوم از زاویه دید خودشون اون روایت رو تعریف میکنن و بخش‌هایی از پیش چشم ما به هر حال پنهان هست، اما کنار هم قرار دادن اونها میتونه نقاط روشنی رو ایجاد کنه که حکومت از همون هراس داره و در واقع دلش نمیخواد که مردم حواسشون جمع باشه، مدام با انتشار اخبار ضد و نقیض، با شایعه پراکنی و به سراغ منابعی که اطلاعات دقیق‌تری ارائه میدن رفتن، تلاش میکنه که روایت خودش رو در واقع به افکار عمومی بقبولانه. خانم دهکردی، شما به ایزوله کردن خبررسانی اشاره کردید. مسئله اینجاست با توجه به اینکه این حادثه در یک مکان عمومی در مترو رخ داده و در بیمارستان هم تعداد زیادی کارمند هستن، افرادی که مراجعه میکنن، اساسا چطور رخ میده؟ چطور این فیلترینگ و این ایزوله کردن موفق عمل کرده حکومت که ما اطلاعات چندانی نداریم برای گذشت چندین روز؟ ببینید، ما واقعیت اینه که از همون نخستین ساعاتی که آرمیتا این اتفاق تلخ براش افتاد، پیش بینی شده بود که به یک بیمارستان نظامی منتقل بشه. بیمارستان نظامی شرایط خاص خودش رو داره. فضای اطراف بیمارستان به شدت امنیتی شده بود. در دو روز اول ملاقات کلیه بیماران دیگه در بخش مراقبت‌های ویژه لغو شده بود و کسانی که امکان تردد به اونجا داشتن در واقع لغو شده بود. تلفن‌های همراه افرادی که به اون محل عبور و مرور می‌کردن، خانواده آرمیتا گراوند، دوستانش، کسانی که در واقع حتی پزشکان و پرستاران تهدید شده بودند که هیچ تصویری از اون نباید منتشر بشه بعد از انتشار تصویر منتسب به او در روی تخت بیمارستان، به شدت دوستان آرمیتا رو که اونها هم دخترای 16 17 ساله هستن تحت فشار گذاشتن، معلمانش رو بازجویی کردن. ما میدونیم که با چه مجموعه ای طرف هستیم و اگر بخواد افراد رو در واقع مجبور کنه به اعتراف اجباری میتونه. همه اینها در کنار هم نشون میده که در واقع فشار مضاعف جمهوری اسلامی بر همه افرادی که به نوعی با این ماجرا در ارتباطن چقدر زیاده و تا چه اندازه تونسته این ایزوله کردن رو از کارال خودش انجام بده. متشکرم از شما مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر ترکیه.